راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطی استرام کورس دانمارک، بار دیگر به قرآن کریم در استکهلم سوئد اهانت کرد و خشم مسلمانان را برانگیخت. این رهبر راستگرای تندرو مقابل مسجد جامع ویدجا وابسته به ریاست امور دینی ترکیه ایستاد و میان تدابیر شدید امنیتی یک نسخه قرآن کریم در حالی که اطراف مسجد خالی بود در دست داشت. سپس پالودان به منطقه ویدجا که مسلمانان ترک و پناهندگان مسلمان زیادی در آن سکونت دارند رفت و قرآن کریم را به زمین انداخت. این اقدام وی با انتقاد شدید ساکنان این منطقه مواجه شده است. در نتیجه این اقدام، فتحی خان، شهروند مسلمان ترک تبار سوئدی، با نیروهای پلیس که از این تندروی دانمارکی حمایت می کردند، بحث و جدل کرد. خان می گوید، انداختن قرآن و سوزندان آن به هیچ وجه آزادی شخصی نیست. ما به کتاب انجیل احترام می گذاریم و به حضرت عیسی علیه السلام ایمان داریم. برای هیچ مسلمانی در هیچ کجا ممکن نیست که تلاش کند تا انجیل را بسوزاند. وی خطاب به پلیس استکهلم میگوید چرا اجازه میدهید که این روان پریش به قرآن اهانت کند و مسلمانان اینجا را آزار دهد؟ پالودان تا کنون اقدامات انزجار طلبانه مشابه بسیاری را در مناطق مسلمان نشین استکهلم انجام داده است. این تندروی دانمارکی به دشمنی با اسلام معروف است. وی قبل از انتخابات سال 2019 دانمارک از مسئولان این کشور خواسته بود که مسلمانان را از این کشور بیرون کند، اما وی نتوانست پارلمان را با خود همراه کند و طرح وی شکست خورد.